کجاست؟ کجا بردینش؟ بعد از بازجویی بردنش بازداشتگاه. تو هم بیشتر از این اینجا نمون. باید بریم. میرسونم به تمارت. تا نبینمش جایی نمیرم. سحر انگار متوجه اوضاع نمیشی. داریم از قاچاق انسان حرف میزنیم. از این بیشترم مگه داریم؟ فرهاد در اصل تو متوجه حرفای من نمیشی. یه اشتباه خیلی بزرگ این وسطه. اون هیچ وقت همچین کار وحشتناکی. سحر راجع به این حرف زدیم. تو همه ی مدارکو دیدی. اون فیلمی که دیدم هیچ اهمیتی نداره. نمیفهمی؟ یکی حتما براش پاپوش دوخته. اون عمرن مرتکب همچین جرم کثیفی اونم قاچاق انسان بشه. فرهاد من با گوشای خودم شنیدم. تازه داشت به آدم خودش میگفت. نمیدونست که من اونجا. یکی سعی داشت اسم یامانو بکشه تو این ماجرا. اون نمیتونه همچین جرم کثیفی رو انجام بده. واکنش نشون داد. اگه میشنیدی تو هم باور نمیکردی. یه عده دارن بهش افترای وحشتناکی میزنن. فرهاد اون عمرن بتونه دست به همچین جرم پستی بزنه. شاید براش تله گذاشته. کسی نیست که دست به همچین جرم کثیفی بزنه. فرهاد لطفا باورم کن. تا روز دادگاه اینجا میمونی. تو داری اشتباه میکنی. یا من قانون هرچی بگه همونو انجام میدم. فراموش نکن. حتی اگه به جای تو مادرم، پدرم و برادرم باشه، من باز از قانون پیروی میکنم. فرهاد، من و تو مثل داداش آبجی. ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. تو این دنیا هیچ که بهتر از تو منو نمیشناسه. مگه من چیزی که باور نداشته باشم و بهت میگم؟ منم میدونم اون گذشته ی پاکی نداشته. ولی قاچاق انسان چیزی که اون عمرن انجام نمیده. فرهاد، میگم عمرن، هیچ وقت. حرفایی که گفتی در مقابل دادگاه ارزش قانونی ندارن. در رابطه با انبار پای تمام برگاه امضای یامان هست. این موضوع چیزی فراتر از من و کلانتری ماست. تو هم دیگه فشار نیار. علی لطفا به حرفام گوش بده. سحر بسته دیگه. نمیخوام دلتو بشکنم. ولی واقعا بی خودی داری دست و پا میزنی. این مسئله تا دادسرا رفته. منو قانع بکنیم هیچی عوض نمیشه. تازه دلایل دیگه یم علیه یامان هست. همه جای این ماجرا پر از اثر انگشت یامان کرمانیه. یعنی این بار نمیتونه به راحتی خلاص بشه. تو هم بی خودی دیگه اینجا منتظر نمون. کاری از دستت بر نمیاد. فقط یه چیز ازت میخوام. لطفاً اجازه بده ببینمش. باهاش حرف بزنم. خواهش میکنم. خیلی کوتاه. ممنونم.